به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. من پرویزیان به اتفاق همکارانم چشم انداز امشب و تقدیم حضورتون. آقای دکتر علی سعدلاندی، اقتصاددان و متخصص حوزه پولی و بانکی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر پرویزیان، سلام عرض میکنم خدمت میهمانان محترم و خدمت هموطنان عزیزم، در خدمت شما هستم. آقای دکتر، دوستانم به من گفتن تا ساعت 10 شب بیشتر در خدمت شما نیستیم و بعد از اون کلاس یا جلسه ای دارید، یعنی من بعد هرچی از سوال شما دارم تو همین مدت فشرده بپرسم که ساعت 10 از شما خداحافظی کنیم، درست گفتن همکارانم به من؟ عذرخواهی میکنم از خدمت شما. خب آقای دکتر، ما نگاهمون به طور مشخص در از طرف عرضه اقتصاد هست این هفته و داریم درباره جهش تولید صحبت میکنیم و میگیم اگر میخوایم در مدار توسعه اقتصادی کشور حرکت بکنیم باید حداقل یه رشد اتفاق بیفته و این رشد یعنی تولید، باید تولیدی رخ بدهد. نظر سنجیمون رو عمدتا مواردی از فضای کسب و کار رو گذاشتیم برای بیننده ها، مسائلی که رو باش عیناً سر و کار دارن و خب بالاخره گلایه هاشون هستش. حالا بیننده ها خیلی راجع به راهبرد صنعتی کشور، مدیریت، الگوهای توسعه و اینها، ولی با این مشکلات روزمره که باش سر و کار دارن اونها براشون بیشتر قابل درکه. و از شما کارشناسان از در واقع زوایای دیگری میخوایم که طرف عرضه رو ببینید، شما دیدگاهتون چیست و نقطه عزیمت که شما دارید چیست برای تحریک تولید و طرف عرضه اقتصاد؟ بله، تشکر میکنم از برنامه هایی که در این زمینه واقعا زحمت کشیدید. هم کل سیمای جمهوری اسلامی خیلی برنامه های در واقع روشنگری رو در این چند سال گذشته، لااقل از وقتی که من ملاحظه کردم، در زمینه موانع تولید اجرا کردن و به خصوص شبکه ایران کالا که اختصاص به تولید داره و در واقع حمایتگر تولید ملی هست. از شما تشکر میکنم که چنین برنامه هایی رو، چنین موضوعات رو در سطح جامعه مطرح میکنید. ببینید، واقعیت این هست که ما برای سالیان سال نمیدونستیم که مشکل ما از کجاست. الان به نظر میرسه خدا رو شکر حداقل در میان اقتصاددانان من دارم میبینم که به یک اجماعی رسیدیم که موانع تولید شاید مهمترین مسئله باشه که ما باید بهش بپردازیم. موانع تولید که بسیار گسترده بوده و طی چند دهه گذشته متاسفانه این موانع متاسفانه تحکیم شده، متاسفانه این موانع شدیدتر شده. یعنی حتی علیرغم اینکه در چند سال گذشته ما شعار تولید و اقتصاد ملی و تولید ملی و اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردیم، ولی به ندرت دیدیم که مانع زدایی انجام بشه. اتفاقا برای من بسیار مبارک بود وقتی امسال به عنوان سال مانع زدایی شناخته شد، ولی خب خیلی انتظارات ما بالاتر از این حرفاست. متاسفانه در تک تک موارد، در تک تک صنایع، در تک تک کسب و کارها موانع متعدد وجود داره که باید با یک عزم ملی دست به دست هم بدیم، هم عامه مردم، هم صنعتگران، همه با هم و رسانه ملی، همه باید دست به دست هم بدیم، این موانع رو آشکار کنیم و بریم به سمت رفع این موانع تولید که عرض کردم خدمتتون متاسفانه دست به گریبان اقتصاد ملی شده. ببینید، یک سری مسائلی هست که متاسفانه در کشور ما قپش ریخته یا اصلا شاید هیچ وقت قپ نداشته. به عنوان مثال، انحصار و انحصارگری در بسیاری از کشورهای دنیا قپ داره، ولی در کشور ما آنچنان مسئله حادی نیست. انحصارگری در اغلب صنایع کشور دیده می شود. حالا در جایی صنعت، در واقع در بخشی از صنعت، در بخشی از صنایع تولیدی ما شما می‌بینید که انحصارگری دولتی در جریان هست، شرکت‌های دولتی اونجا حضور دارن یا شرکت‌های وابسته به مثلا صندوق‌های بازنشستگی حضور دارن که این شرکت‌ها هم به نحوی به دولت وابسته هستند. در برخ دیگری شما می‌بینید که نهادهای عمومی حضور دارن که دولتی نیستن ولی حاکمیتی هستن. هیچ اشکالی نداره به نظر من نهادهای عمومی در تولید حضور داشته باشن، ولی نه اینکه نقش انحصارگر رو ایفا کنن. اتفاقا باید کمک کنن که کل اقتصاد کشور رشد کنه. در جاهای دیگری ما اقتصاد بخش خصوصی رو داریم. البته اقتصاد خصوصی ممکن نیست دوام بیاورد به جز اینکه حمایت دولتی رو به عنوان پشتوانه خود در اختیار داشته باشد و تعداد صنایعی که ممکنه در واقع رقابتی در نظر گرفته بشه بسیار متاسفانه اندک هست. آقای دکتر سعدلاندی، ما چون از دیشب این بحث رو شروع کردیم، شما دیشب در برنامه حضور نداشتید و من یک سوال خیلی جدی و ظریفی رو از
مهمانان عزیز پرسیدم و گفتم این سوال رو هر شب از همه کارشناسان باز خواهم پرسید. دوستان اشاره کردن که ما برای تولید نیاز به سرمایه گذاری خارجی هم داریم و من گفتم مگر این 3000 خورده همتی که داریم ازش استفاده میکنیم؟ کجاست این پوله؟ این پوله که با ادبیات پولی دیگه شما تخصص شماست، این پوله اسم صاحباش عوض میشه از این حساب به اون حساب، کلش در اختیار شبکه بانکی است. این پوله کجاست؟ بانک با این پول چیکار میکنه؟ گفتم که بانک هم که همینجوری که بالاخره سود تحصیلات پرداخت نمیکنه که، بالاخره سود سپرده که پرداخت نمیکنه که، بعد یه جوری باید دراره این هزینه رو. یعنی همین نقدینگی هم که ما داریم که رشدش با منجر به تورم میشود، این نقدینگی مشخص نمیشه چیکار داره میکنه. این نقدینگی اگر هم درآمدی حتی برای شبکه بانکی داره، گویا من نمیدونم، گویا مولد نیست که اثرش رو در اقتصاد در واقع به صورت افزایش اشتغال یا افزایش رفاه یا افزایش درآمد یا کاهش تورم ببینیم. و از اون طرف در حین همین رشد دائمی نقدینگی که حتی از رشد بلند مدت خودش هم مسیر خودش رو در واقع درصدش رد کرد، حالا خوشبختانه کنترل شد توی دوره‌ای، میدونید شما چه اتفاقی افتاد، اما باز بنگاه ها برای سرمایه درگردش چند میلیاردی دچار مشکل هم. بله. این را من گفتم از شما در این مورد نظرتون رو بدین. اگر اجازه بدید من از این رفت نداره با همون انحصاره که مرمیز چه اتفاقاتی کجا میفته آی دکتر؟ بله بله. اگر اجازه میفرمایید من چون خیلی مطلب خوبی رو شما مطرح فرمودید، اول من یک گریزی بزنم به سرمایه‌گذاری خارجی. چون که ما شاید 30 سال پیش 40 سال پیش، منظورم از ما اقتصاددانان هستند، شاید برداشت ما این بود که هر نوع سرمایه گذاری خارجی مطلوب هست، اما به تدریج این نگرش خدشه‌دار شد. همکنون در دنیا غالب اقتصاددانان باورشون این هست که اگر سرمایه گذاری خارجی به صورت سرمایه گذاری پورتفولیو جذب بشه، این سرمایه گذاری احتمالاً خیلی برای اقتصاد ممکنه مفید نباشه، حتی مضر هم باشه. به طور مشخص آقای استیگلیس، جوزف استیگلیس، برنده جایزه نوبل، زمانی که در IMF حضور داشت به شدت با این ایده مخالفت کرد، چون IMF یکی از شروطی رو که برای اعطای وام به کشورهای در حال توسعه مطرح میکرد این بود که باید بازار سرمایه باز بشه، و آقای استیگلیس مطرح میکرد که اتفاقا سرمایه گذاری پورتفولیو، منظور از سرمایه گذاری پورتفولیو به طور مشخص سرمایه گذاری در بازار سهام هست، سرمایه گذاری خرد در بازار سهام هست. ایشون نظرشون این بود و بعداً در واقع در علم اقتصاد قریب به اتفاق اقتصاددانان با آزمایش‌هایی که انجام دادن، پژوهش‌هایی که انجام دادن، این نظر رو تایید کردن که این نوع سرمایه گذاری در واقع باعث افزایش تلاطم‌ها در اقتصاد می‌شود، باعث افزایش نوسان‌ها در اقتصاد می‌شود. یعنی وقتی که وضعیت بازار سهام خوب هست، به جای اینکه ما سعی کنیم این بازار سهام رو آرام کنیم، شما می‌بینید که این سرمایه گذاری خارجی میاد در واقع به اون موج می‌افزاید، و وقتی که بازار سقوط میکنه میبینید اون سرمایه‌گذاری خارجی خارج میشود. این یک بخش، یک توهمی وجود داره در کشور ما هم خیلی گسترده هست، به دلیل اینکه ما سالها شاید نتونستیم سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. برداشت این هست که اگر ما سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردیم همه مشکلات حل میشه. این نکته اول. نکته دوم در مورد FDI هست، یا Foreign Direct Investment، یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. یعنی از شرکت‌های خارجی تقاضا کنیم که تشریف بیارن ایران و در بازار ما سرمایه گذاری کنند. باز تحقیقات نشون میده که بسیاری از کشورهای سرمایه پذیر این تسهیلات رو ایجاد میکنن برای سرمایه گذار خارجی که وارد اقتصاد ملی بشه، با این هدف که انتقال تکنولوژی صورت بگیره. اما شرکت‌هایی که شرکت‌های چند ملیتی هستند معمولاً ابا دارند از اینکه انتقال تکنولوژی انجام بشود، و بنابراین از این جهت هم سرمایه‌گذاری خارجی مفید نیست. نکته دیگر این که کشوری که با بیماری هلندی مواجه است، به طور مشخص در طی 16 سال گذشته در دو دولت گذشته، دولت مهرورزی و دولت تدبیر و امید، یک چیزی بالاتر از شاید 1300 میلیارد دلار کشور ما در واقع درآمد ارزی داشته. از این 1300 میلیارد دلار جناب آقای دکتر پردیزیان، بینندگان عزیز، اگر ما فقط 200 میلیارد دلار رو صرف توسعه ریلی ایران کرده بودیم، الان ایران به یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا از نظر حمل و نقل به ویژه حمل و نقل ریلی میشد. ما در واقع بالا بیش از 1300 میلیارد دلار رو در طی 16 سال گذشته صرف سیاست‌های مثل سیاست‌های پرداخت
ارز به عنوان مثال ارز 4200 یا ارز دولتی تثبیت نرخ ارز کردیم و در واقع ارز پاشی کردیم و این پول از کشور خارج شده. حالا اگر ما به جای 1300 میلیارد دلار اگر قرار بود 200 میلیارد دلار مثلا از خارج قرض کنیم یا 200 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، الان یک 200 میلیارد دلار تعهدات هم به اون 1300 میلیارد دلار اضافه شده بود. بنابراین در کشوری که بیماری هلندی داره باز هم نقش سرمایه‌گذاری خارجی حتی به طور مستقیم هم اونقدر مفید نیست. اما یک نکته هست که کشورهایی که سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردن اتفاقا به نفعشون شد، اون هم انتقال روش‌های مدیریت تحت عنوان منیجمنت پروسس شناخته میشه. این روش‌های مدیریتی به راحتی منتقل نمیشه به کشورهای دیگه، ولی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی امکان انتقال در واقع روش‌های مدیریتی وجود داره. حالا برای این منظور هم ما میتوانیم در واقع این علم مدیریت رو به یک نحوی خریداری کنیم. یعنی مثلا ما میتونیم با شرکت‌هایی که در زمینه مدیر در واقع مشاوره مدیریت انتقال دانش میدهند از خدمات چنین شرکت‌هایی استفاده کنیم. پس نکته اینجاست، ببینید تا وقتی، و حالا رسیدیم به نکته شما، نکته بسیار درستی که شما اشاره فرمودید، تا وقتی که ما نمیتونیم از سرمایه گذاری داخلی خودمون استفاده کنیم، اولا ما چه نیازی به سرمایه گذاری خارجی داریم، ثانیا چه امیدی هست که سرمایه گذار خارجی بپذیره که در این محیط حضور داشته باشه. ما واقعا اگر هم بنا داریم یک روزی سرمایه گذاری خارجی رو جذب کنیم، اول باید سرمایه گذار داخلی رو قانع کنیم، اول باید سرمایه کسب و کارهای داخلی رو تسهیل کنیم. تا وقتی که تسهیل کسب و کار داخلی انجام نشده، اصلا جذب سرمایه گذاری خارجی نه مفید نه مطلوبه. یعنی مشکل خیلی بدی که ممکنه به وجود بیاد در آینده این هست که ما جذب سرمایه گذار خارجی داشته باشیم، مسیر رو برای سرمایه گذار خارجی تسهیل کنیم، فرش قرمز برای سرمایه گذار خارجی پهن کنیم، ولی اجازه فعالیت آزادانه به سرمایه گذار داخلی ندهیم. این وضعیت ما رو به مراتب از موقعیتی که امروز داریم به مراتب وخیم‌تر خواهد کرد. و یه نکته دیگه هم در سوال من بود آقای دکتر، گفتم خب همین پول نقدینگی که هستش در واقع شبکه بانکی کشور، این کجاست؟ خب سوال ساده، اگر این نقدینگی هست که تورم ایجاد میکنه، پس چرا بنگاه های ما حتی لنگ مثلا چند میلیارد سرمایه در گردشن؟ جناب دکتر پردیزیان، سوال خیلی خوبی رو، حالا من به این قسمت هم الان میپردازم، سوال خیلی خوبی مطرح فرمودید. ببینید ما در سال 96 از 100 واحد نقدینگی که در نظر بگیرید، که اون زمان یه چیزی حدود 1500 هزار میلیارد تومان ما نقدینگی داشتیم و الان به حدود 3600 3700 هزار میلیارد تومان متاسفانه سطح نقدینگی ما رسیده، در اون زمان مقدارش پول از کل نقدینگی به 88% رسید و این افتخار سیاستگزار پولی و افتخار سیاستگزار اقتصادی ما بوده و این یک فاجعه خیلی بزرگی رو به وجود آورد. یعنی ما با اینکه حجم بسیار بزرگی نقدینگی در اختیار داشتیم، ولی متاسفانه این نقدینگی در بانک پارک شده بود. جهت استهزار بینندگان عزیز، اگر تعریف شبه پول رو از من بپرسن، البته شبه پول در ایران و در خارج از ایران ممکنه متفاوت باشه. در خارج از ایران معمولا شبه پول سپرده بانکی است که در بانک پارک می شود. دسترسی سپرده گذار به این وجوه محدود می شود، در مقابل بانک روی این وجوه هزینه پرداخت می کنه، بهره پرداخت می کنه، سود پرداخت می کنه. در ایران شبه پول به این صورت هست که فرد پولش رو در بانک می گذاره، هر وقت خواست به وجوه خود دسترسی داره، ولی از اون طرف سود هم دریافت می کنه. ما در سال 96 88% کل نقدینگیمون شبه پول بود، یعنی در بانک ها پارک شده بود. برای همین هم تولید لهله می زد، تولید از تشنگی تلف می شد، از اون طرف هم پشت سد سپرده های هزینه زای بانک ها میلیارد ها، حالا میشه گفت متر مکعب آب، یا اینجا هزاران میلیارد تومان نقدینگی متاسفانه انباش شده بود، که این نقدینگی تنها خاصیتی که برای اقتصاد داشت این بود که هزینه زا بود و اتفاقا خود این نقدینگی چون مقدار سودی که بانک پرداخت میکرد بالای نرخ تورم بود، اتفاقا خود این نقدینگی در اون زمان تورم زا بود.
الان خوشبختانه یک مقدار این بمب نقدینگی خوشبختانه از این جهت خونسا شده، از جهت دیگه وضعیت خوبی نیست، ولی از این جهت خونسا شده. نسبت وجوه نقد، نسبت پول در نقدینگی به حدود 20% رسیده، نسبت شپ پول به حدود 80% رسیده. ولی باز هم دقت بفرمایید، از هر 100 واحد پولی که در اقتصاد در جریان هست، 80 واحدش کامل در بانک پارک شده، یعنی در حساب‌های هزینه‌زای بانک‌ها، در حساب‌هایی که سود پرداخت می‌کنن پارک شده. از اون در واقع 20% که در حساب‌های هزینه‌زای بانک‌ها پارک نشده، 18% در حساب‌های جاری بانک‌ها هست که اون 18% در واقع صرف فعالیت‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، از جمله تولید می‌شود. اگر ما این ساختار رو بدونیم، اون وقت متوجه میشیم که چگونه ممکن هست در اقتصادی هم از زیادی نقدینگی ما متضرر بشویم و هم از کمبود نقدینگی صنعت ما ناله داشته باشه و نگران باشد. اما نکته دیگری هم خدمت شما عرض کنم، وقتی که شما نرخ بهرتون، نرخ سودی که بانک از تسهیلات دریافت میکنه، به مراتب کمتر از نرخ تورم و نرخ تورم انتظاری هست، طبیعی است که علم اقتصاد پیش بینی میکنه که تقاضا برای وام هایی که به نحوی وام های سوبسیدی الان شدن، چون زیر نرخ تورم انتظاری هستند، تقاضا به بی‌نهایت میل میکنه. وقتی تقاضا به بی‌نهایت میل کرد، صف بلندی برای دریافت تسهیلات متاسفانه ایجاد میشه و به همین دلیل افرادی که واقعا نیاز به تسهیلات دارند به اون تسهیلات نخواهند رسید. چاره کار این هست که ما سعی کنیم که نرخ بهره واقعی به نزدیک به صفر برسه، یعنی نرخ بهره به نوعی تعیین بشه که تقریبا با نرخ تورم انتظاری نزدیک باشه، و اگر این اتفاق بیفته مطمئن باشید تورم انتظاری ما هم نزولی خواهد شد، نرخ تورم ما هم نزولی خواهد شد. اگر سیاست گذاری فعال پولی داشته باشیم که متاسفانه حدود شاید 35-6 سال باشه که ما اصلا سیاست گذاری پولی نداریم، اگر سیاست گذاری فعال پولی داشته باشیم، من به جرات خدمت شما عرض میکنم که در عرض 3 سال میشود تورم رو به زیر 5% کاهش داد. بله، من به شما برمیگردم آقای دکتر سعدوندی. صحبت پایانی آقای دکتر سعدوندی رو بشنویم، بعد در خدمت آقای دکتر افغان هستم با زمان بیشتری. آقای دکتر سعدوندی، صحبت پایانی شما. خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم، اگر سوالی باشه در خدمتتونم، اگر نه فعلا خداحافظی میکنم. آقای دکتر پرویزیان، من آقای دکتر الان به شما برمیگردم. آقای دکتر افخر، آقای دکتر سعدن، سوال رو بذارید من بپرسم از آقای دکتر. بفرمایید آقای دکتر افخر، بفرمایید. بله، ببینید، خب این بحث پولی که به خوبی مطرح کردند و پارک پول در بانک ها، ما اقتصاد پول ها به نظرم هنوز هم عمیق تر باید بشیم. سوالی که الان احتمالاً مخاطبین تو ذهنشون نقش می‌بنده اینه که به هر حال اون بانکی که 88% پول رو نگهداری کرده و داره هزینه بابتش پرداخت می‌کنه، ما اقتصاددونا حالا بریم ببینیم اون بانکی چه جوری می‌صرفه براش که 88% پول نگه می‌داره، هزینه هم می‌دهد ولی اقتصاد هم رونق نمی‌گیره. ما اقتصاددونا باید هر چه عمیق‌تر وارد بشیم، یه جا متوقف نشیم. یعنی اگر دیدیم که مثلا به این مسئله پی بردیم 88% اونجاست، بانک داره پول هم پرداخت میکنه، هزینه هم میده، اونورم قطعا از یه جایی داره درآمد در میاره بیش از آن چیزی که پرداخت میکنه، بانک ها الان سوداوری بسیار بالایی دارن، وقتی که نگاه میکنید احتمالاً میبینید که رفته وارد بازار دلالی شده، رفته خرید و فروش املاک شده و از اون طریق سودهای گزاف به دست آورده و داده به سپرده گذارانی که به قول شما پول رو پارک کردن. بنابراین حالا باید بریم ببینیم که چرا سودآور هست بخش هایی که بانک ها این حجم از پول ملت رو تلمبار کردند و سرمایه گذاری میکنن، ولی هیچ کمکی به تولید ملی، به اشتغال و رفع مشکلات و موانع کشور هم نمیکنن. آقای دکتر سعدوندی، پاسخ شما، دیدگاه شما در این باره چیست؟ کاملا من موافقم با جناب دکتر افخر. ببینید، بانک ها اگر که تحت نظارت جدی کشورمون، یکی از نواقصی که وجود داره و انتظار این بود که اقتصاددانان عزیز در طی 30-40 سال گذشته به این نقص توجه میکردن، متاسفانه ما دستگاه نظارتی بر نظام بانکی نداریم. یعنی درسته که بانک مرکزی یک معاونت نظارتی، این که معاونت نظارتی بتونه بر اون قانون
تکیه کنه و اقدام به نظارت کنه اصلا این قانون وجود نداره. و در مواردی هم که دیده شد که حتی معاون نظارتی بانک مرکزی تلاش کرد با برخی از مؤسسات مالی اعتباری خط وصلی اینترنتی بود گویا، در مورد نظارت بر شبکه بانکی داشتین صحبت می‌کردید. بله، عرضم این هست که بر شبکه بانکی خیلی گسترده هست، سعی میشه که شبکه بانکی رو نه فقط مجاب کنن بلکه مجبور کنن که وارد فعالیت‌های اسپکولتیو نشود. این یک نکته. ولی نکته دیگر، من با یک فرض اینجا مشکل دارم. ببینید، نظام بانکی اصلا هیچ درآمدی هم نداشته باشه، اگر نظارت نباشه به کار خودش ادامه میده، چون ما قدرت خلق پول به نظام بانکی اعطا میکنیم. این اعطای قدرت خلق پول هم هیچ مشکلی نداره، مثل اینکه مثلا ما دست چک در اختیار یک تاجر قرار میدیم، در کشیدن چک هم یک نوع خلق پول هست، یک نوع خلق اعتبار هست، این مشکلی نداره، به شرط اینکه نظام بانکی یک نظامی باشه که در جهت یک نظامی باشه که بخش خصوصی در واقع ثروت خودش رو به عنوان خب دوستانم هر چی تلاش کردن گویا نمیتونن ارتباط با آقای دکتر سعدوندی برقرار کنن. البته من تا اینجا متوجه شدم که ایشون با دیدگاه آقای دکتر افخم موافق بودن و داشتن در مورد لزوم نظارت بر شبکه بانکی و نقدینگی که اینها خلق میکنند و ابزار نظارتی که بر بانک‌ها وجود نداره داشتن میگفتن که خب اینا هم این کارا رو میکنن.